خب من بحث امروز رو با یه قصه شروع میکنم. فکر میکنم قصه ها حاوی پیام های بسیار مهمی هستند. اگه دقت کنیم و نکتهش رو بگیریم. یه روز یه جوونی به یه پیرمرد بسیار سالم و توانمند میرسه و میگه عجیبه برای من. تو چقدر خوب موندی. با این سن زیادت فکر میکنم نزدیک 100 سال داری. ولی چقدر خوب و پر انرژی هستی. چقدر انرژی تو بدنه، چقدر سالمی، میشه راز تو به من بگی؟ پیرمرد یه نگاهی میکنه میگه آره اشکالی نداره، من راز جوون موندنمو بهت میگم. راز جوون موندن من اینه که با هیچ کس بحث نمیکنم. پسر متعجب میشه و دقایق مکس میکنه میگه چی؟ بحث نمیکنی؟ مگه میشه؟ یعنی اگه کسی حرف زور بهت بزنه، اگه کسی بخواد خودشو به تو تحمیل کنه، اگه حرف نامربوط بزنه، اگه یه آدم مشکل داری باشه که بخواد تو رو به یه سمت دیگه هدایت کنه، قبول نمی کنی؟ مگه میشه؟ پیرمرد بلافاصله میگه حق با تو، نمیشه. و بس همینجا تموم میشه. دوستان نکته رو گرفتی. من دلم میخواد نکته این داستانو همه شما 480 نفری که تو صفحه بودید و شنیدید برام کامنت کنید تو صفحه آخر پیجم و بنویسید نکته اساسی داستان چیه، یا شخص شما از این داستان برای خودتون چه تصمیمی گرفتید. شما راز رو شنیدید. راز پیرمرد این بود با هیچ کس بحث نمی کنم. و در عملم اینو نشون داد که بحثی نکرد، یعنی اصراری نکرد. اما درس امروزمون همینه. نکته‌ای که میخوام بهتون بگم و هوشیارانه تمرین کنید اینه که هوشیار باشید در ارتباطات ما با آدم‌های مختلف. یک نکته بسیار مهم فراموش شده و شاید اگر همین موضوع رعایت بشه بسیاری از مشکلات ارتباطی میتونه حل بشه. حل به معنی این که شدت پیدا نکنه و طرفین فکر کنن به راه حل. نکته خیلی مهمی که تو روابط ما نادیده گرفته میشه چیه؟ حالا اینجا اون راز ارتباطی که به نوعی پیرمرد مطرح میکنه. چه چیزی رو ما نیاز داریم در خودمون تقویت کنیم؟ هوشیار باشیم و تمرین کنیم. بله، گوش دادن و شنیدن. گوش دادن و شنیدن بدون تمایل به پاسخ دادن. یعنی تمایل و میل و اشتیاقتونو به اینکه همین الان من باید جوابشو بدم کم کنید. بیشتر سعی کنید فرد مقابل رو بشنوید، درک کنید. و پاسخ دادن یه مقوله دیگه هست و در پاسخ دادن حتما باید این رو به خودتون بگید: الان او اینو گفته و انتظارش چیه؟ اصلا احساسش چیه؟ قصدش چیه؟ ببینید وقتی کسی رو دارید میشنوید، برای اینکه بهتر درکش کنید خوبه چند تا سوال از خودتون بپرسید. سوال ذهن رو فعال میکنه. به خودتون بگید الان که او این جمله رو گفت چه احساسی رو میخواد به من منتقل کنه؟ یعنی چه احساسی داره که به من میخواد بده؟ چه قصدی داره؟ قصدش چیه؟ از انتقال این پیام، از این مدل حرف زدن؟ و من چگونه میتونم او رو بهتر بفهمم؟ من چگونه میتونم او رو بهتر بفهمم؟ نه اینکه من الان چه پاسخی به او بدم. این یعنی اینکه منی که در رابطه قرار گرفتم خود کنترلی بالایی دارم، خود مدیریتی بالایی دارم و پیام‌ها و رفتارهای دیگران من رو، هیجانات و رفتارها و کلام من رو تنظیم و ایجاد نمی‌کنه. من انتخاب می‌کنم که چه کنم. خیلی از آدم‌ها شاید این نکته رو شنیده بودن، می‌دونستن، خیلی از شما، ولی مسئله مهم عمل کردن به دانسته هامونه. عمل کردن به نکات مهمیه که اغلب تو مرحله عمل
در واقع ما فراموش میکنیم، نادیده میگیریم. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه وقتی یه چیزی رو یاد میگیریم یه مدت وقت صرفش نمیکنیم، ذهنمون رو درگیر نگه داریم، تمرین ذهنی انجام بدیم. این میشه که من یه موضوع رو میدونم ولی تو موقعیت خاصی که باید ازش استفاده نمیکنم. پس اگر این مطلب برای شما مهمه، تو دفترتون بنویسید، تو دفتر ارتباط با خودتون که تهیه کردید بنویسید. تمام بحثی که الان دادم رو تموم شد، نکاتش رو بنویسید، حتی داستانی رو که گفتم. بعد از اینکه نوشتید بنویسید من تصمیم دارم این موقعیت رو تمرین ذهنی کنم و با تمرین کردن این تغییر رو در خودم ایجاد و تقویت کنم که تو روابطم با دیگران شنونده باشم، شنونده ای که عجله و تمایلی برای پاسخ دادن در لحظه نداره، بلکه تمام تمایلش اینه فرد مقابل رو درک کنه، احساسش رو، عقیدش رو و اون قصدش رو که چه قصدی داره. نهایتا همینه که از اون فرد سوال میکنه که الان این نکته جالبی که به من گفتی یا این نکتهی که به من گفتی، دوست دارم بدونم قصدت چی بود از بیان این. نهایتا اگه خواستید چیزی بگید بازم سوال برای اینکه او حرف بزنه هست. خدا رو شکر که مشتاقیم که یاد بگیریم و یاد بگیریم یک زندگی دلخواه رو آگاهانه و بی‌شیوه درست بسازیم. ما انتخابگر و سازنده زندگی هامون هستیم. اگه یاد نگیریم اون چیزی که میسازیم خرابه، کارایی نداره و به زودی رو سر خودمون میریزه. باید ساختن یک زندگی و رابطه سالم و رضایت بخش رو یاد بگیریم و بسازیم. خداوند به ما کمک کن تا مشتاق یادگیری و ساختن خودمون به عنوان یک شخصیت سالم باشیم. خداوندا شکر میکنم تو رو که من رو مشتاق رشد و پیشرفت در مسیر کسب آگاهی و توانمندی گرداندی. خدایا شکرت، متواضعانه زندگی میکنم و همواره عاشقانه به زندگی و رویدادهایش پاسخ میگویم. آمین آمین. خدا رو شکر که دعا میکنیم. دوستتون دارم، خوب باشید، خدا نگهدار. برای دریافت مطالب آموزشی رایگان بیشتر این مطلب رو لایک کنید، در کانال ما سابسکرایب بشید و نوتیفیکیشن رو روشن کنید تا از آخرین ویدیوهای ما مطلع بشید.